سلام و درود هموطنان عزیزم. 6 آبان 1402، 28 اکتبر 2023، 248مین روز تحسن ماست اینجا. پس از 72 روز اعتصاب قضا و 2 هفته در بیمارستان بستری بودن، محکم و استوار اینجا ایستادیم تا لحظه ای که سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی و تبهکار قرار بگیره. یک قدم هم عقب نخواهیم نشست. امروز خبر قتل حکومتی آرمیتا رو اعلام کردم. بالاخره بعد از 28 روز که این بچه رو زیر دستگاه نگه داشته بودند برای اینکه اوضاع رو بسنجن، اوضاع رو مناسب ببینن، امروز خبر این جنایت رو دوباره اعلام کردن. یک جنایت دیگه توسط رژیم تبهکار جمهوری اسلامی. نباید سکوت کرد، نباید منتظر موند تا حتما دختر خود ما، همسر خود ما، خواهر خود ما، مادر خود ما به سرنوشت آرمیتا گرفتار بشه، به سرنوشت مهسا گرفتار بشه. باید از این موقعیت ها استفاده کرد و نگذاشت دیگه تکرار بشن این جنایات. نباید گذاشت این جنایت های سرخ و خونین عادی بشه. یک به یک بهترین گلهای ایران دارن پرپر میشن. هر چقدر بیشتر صبر کنیم، هر چقدر بیشتر روی این مسائل حساسیت نشون ندیم، هزینهش بیشتر خواهد. هزینه داره، باید هزینه رو پرداخت. چاره ای هم نیست. آزادی به راحتی به دست نمیاد و تا الان مردم ایران، شما بیشترین هزینه ها رو پرداخت کردید. ولی الان که اتفاقا جمهوری اسلامی فکر میکنه یک موقعیتیه برای خودش که این خبر جنایتش رو اعلام کنه، ما هم باید از این موقعیت استفاده بکنیم. اتفاقا بهترین موقعیتی که جهان دیده جنایات جمهوری اسلامی رو، به خصوص امروز همه میدونن که جمهوری اسلامی پشت جنایات 7 اکتبر در اسرائیل بوده. بنابراین اگر مردم از این موقعیت استفاده بکنن، از این موقعیت ها، از این روزها استفاده بکنند، اثرش چند برابره در مقایسه با زمانهای دیگه. ما چاره ای به غیر از خیابون نداریم عزیزم. تنها راه ما خیابونه، انقلابه، انقلابی که از خیابون میگذره. قسم یاد میکنیم یک بار دیگه مانند همیشه، قسم به خون یاران، محکم و استوار تا پای جان ایستاده ایم تا پایان.